یکی اینکه خود این اخلاق خب مسئلهش بسیاریش از سمت همین ادیان اومده، یعنی خیلی از مثلا مفهوم اخلاق و یک مخالفیت شما از کجا اومده اولین بار؟ بستگی داره که منظورتون از اخلاق چیه. بعضی از صداتون قطع شد دوباره. الو هستی؟ آها صدام هست الان. الان هست. آها آره، میگم اولین بار کجا استفاده شده، چه جایی اخلاق دیده شده. بستگی داره که منظورتون از اخلاق چیه؟ بستگی داره که منظورتون از اخلاق چیه؟ آیا داری وقتی دارین میگین اخلاق، آیا دارین به یک سری امیال ذاتی ما دارین اشاره میکنین، یا دارین به یک سری قراردادهای اجتماعی اشاره میکنین؟ منظور کدومشه؟ چون اخلاق به جفت اینا داره اشاره میکنه. اخلاق به سری قراردادهای اجتماعی، به سری قراردادهای اجتماعی. اوکی، قراردادهای اجتماعی که مثلا قبل از وجود دین قرارداد اجتماعی رو ما داشتیم. قراردادهای اجتماعی که خب قراردادهای اجتماعی کدوم دینه؟ اسلام رو دارید میگید یا کلا همه ادیان رو دارید؟ کلا همه ادیان. خب و حتی توی تاریخ باستان هم اگه نگاه بکنین، این قراردادهای اجتماعی بسیاری از مواقع و حتی میتونیم بشه گفت اکثر مواقع مستقل از دین ساخته میشدن و یعنی ما قراردادهای اجتماعی داشتیم، ادیان هم داشتیم. بله. اینا موازی هم رو هم بعضی موقع تاثیر میذاشتن، بعضی موقع ها رو هم نمیذاشتن. خب مثلا مثالی که میتونیم بزنیم اینه که مثلا تو یونان باستان، اگه فلسفه یونان باستان رو بخونید به شدت و من میونه کلامتون یک سوال کوتاه بپرسم تا شفافتر بشه. یه جمله تمام بشه بفهم. مثلا شما تو یونان باستان اگه نگاه بکنید درباره مورالیتی و اتیکس، خب به شکل خیلی دقیق که اینم قبل از ادیان ابراهیمی هم هست، خب به شکل خیلی دقیق و پیچیده‌ای درباره اخلاق و درباره مورالیتی و اتیکس داشتن صحبت می‌کردن. خب و هیچ گونه و تو استدلالاشون هم از دین و ادیان استفاده نمی‌کردن، یعنی اکثر مواقع وجود خدا یا عدم وجود خدا و چه می‌دونم ادیانشون هیچ ربطی با فلسفه‌شون درباره اخلاق و اخلاقیات نداشت. حالا شما بفرمایید. آها، بعد قرارداد اجتماعی به مصابه اخلاق منظورتون بود دیگه، نه قانون، درسته؟ بله بله، اخلاق. اوکی. خب صحبت دیگه هم این بود که، یعنی سوال دیگه هم این بود، این قبول کردین شما این حرفا؟ شما متوجه شدین چی میگم؟ این حرف رو آره قابل قبوله، چون به تاریخ باستان هم اشاره شد، من برام قابل قبوله. منتها خب خیلی از ادیان مثال عکسش هم هست، مثال عکسش هم هست. مثلا شما، من برعکسش هم که بخوام بگیم، مثلا شما اگه برین تو تاریخ باستان نگاه بکنید، میتونین برین مثلا نمیدونم بهش میگن کتیبه حمورابی رو اگه برین نگاه بکنید، میبینین حتی توی باستان هم مثال هایی بوده که مثلا اتون قانونه که قانون از خدا گرفته. خب ولی بلد. مثال بسیار زیادی داریم از بین ادیان ابراهیمی بودن که به شدت دین رو به اخلاقیات ربط دادن. خب مثلا توی روم باستان، توی یونان باستان، توی مصر باستان این دین این برعکس بوده. خب یه اخلاقیات، چیزی که مردم اخلاقی میدونستن، چیزی که تو عرف جامعه بوده، دین داشته اونو انعکاس میداده. تازه یه جوری میشه گفت ادیان ابراهیمی هم این شکلی بودن، یعنی اینجوری نبوده که مردم عقاید اخلاقیشون از دین گرفتن، دین اون چیزی، اون عقاید اخلاقی که رواج داشته، اون چیزی که عرف جامعه بوده رو، دین اونو داشته انعکاس میداده. میفهمی ازم چیه؟ برعکس معمولا انعکاس عینی میداده یا برعکسش رو انعکاس میداده. مثلا میدیده در فلانجا و فلانجا و فلانجا داره بر اساس مثلا جهل و نادانی پیش میره. من این رو حالا برعکسش، مثل دین اسلام در عربستان مثلا زنده به گور کردن و نه اونا دروغ، نه زنده به گور خبر نبوده، خبری نبوده. نه دقیقاً همون هم اتفاقا شما اسلام هم که ببینید بیشتر احکام اسلام عرف هایی بوده که یعنی قراردادهایی بوده که در جامعه وجود داشته. حتی حج و حتی احکام هم که برید بررسی بکنید خیلی شباهت داره به قبل از اسلام، یعنی اینا بوده، فقط این اومده مدونش کرده. و اتفاقا خطرش در اینه که اخلاقی رو که میتونسته رشد بکنه و تغییر بکنه این قراردادها، دین با مدون کردنش و چون مقدس است ثابت نگهشون داشته و نداشته اینا اون
حالت فرگشتیشون انجام. این خیلی نکته مهمیه، چون شما اگه نگاه بکنید اخلاقیات معمولا تو در طول تاریخ بشریت رو به بهبود بوده، همینجوری داشته پیشرفت میکرده، ولی هر از چنگاهی یک کسی میومده یه عکسی ازش میگرفته و میگفته این وحی الهیه و از این به بعد این باید همینجوری که هست بمونه. خب و این خطرناک بوده، یعنی اینا همینجوری جامعه داشته عوضش میکرده، بهترش میکرده با شرط جدید، ولی مثلا یک کسی میومده میگفته که اینو یاوه گفته یا اینو الله گفته، جلوی پیشرفت این معیارهای اخلاقی رو میگرفته. ولی خیلی خیلی نکته مهمی بود نوید، اضافه کرد. ممنون نوید. درست.